مثلا میگیم که تاسی طوری طراحی شده است حالا اینا یه چیزی که ظاهرا یه نمونه یه بار به سوالش حل کرده بود آره تاسی که مثلا حالا هر کدوم نسبتش با اعدادش یک احتمال برنده شدن فرد آ در مسابقه دو برابر احتمال برنده شدن فرد بی و احتمال برنده شدن فرد بی نصف احتمال برنده شدن فرد سی است. اگر احتمال برنده شدن آ و بی با هم 3/5 باشد احتمال برنده شدن بسیار دیگه نیازی نیست این کارش نداره. اگر احتمال برنده شدن آ و بی 3/5 باشه احتمال برنده شدن آ یا بی را به دست آورد. پی آ 2 برابر پی بیه، پی آ اشتراک بی هم مساوی است با 3/5. ما وقتی میگیم پی آ 2 برابر پی بیه، اول میگم یک چند ایکس میگذاریم، مثلا من پی بی را میگیرم ایکس، پس پی آ میشه 2x. میدونیم ایکس به علاوه 2x مساوی است با چند؟ ایکس به علاوه 2x میشه 3x مساوی 1، جمع ایراد بشه 1 و از اینجا ایکس میشه 1/3. حالا پس پی بی 1/3، این 1/3، این هم میشه 2/3. حالا ما پی آ اجتماع بی را میخواییم، گفته آ یا بی، میشه پی آ به علاوه پی بی منهای پی آ اشتراک بی. خب حالا توجه داشته باشیم پی آ به علاوه پی بی که میشه 1/3 به علاوه 2/3 منهای 3/5، جواب میشه 2/5. ببینیم خب نه، این اشتراک خودش داده بهمون. اگر اشتراک را نداده بود، توجه داشته باشیم جا، اگر اشتراک را بهمون نداده بود وقت گفتیم میشه حالت مستقل بودن، ولی وقتی اشتراک رو بهمون داده دیگه مشکل نداره. اینجا اشتراک رو بهمون داده، احتمال برنده شدن آ و بی با هم 3/5. احتمال اینکه آ یا بی برنده بشه چنده؟ آ یا بی، چون اینجا اشتراک رو بهمون داده، اینا ناسازگار که نیستن که. ناسازگار یعنی آ و بی هیچ اشتراکی نداره. خب اشتراک چه نوشتیم؟ پی پی آ اجتماع بی، پی آ به علاوه پی بی منهای پی آ اشتراک بی. ببینید اشتراک داره دیگه، ما اشتراک ازش کم کردیم، 2/5 احتمالش هست. پس ببینید اینجا سوال این بود، اگر احتمال برنده شدن آ 2 برابر برنده شدن بی باشه و احتمال برنده شدن آ و بی با هم، یعنی دوتایی با هم به خط پایان برسن، 3/5 باشه، احتمال برنده شدن آ یا بی رو به دست بیارید. بله خب جمعشون میشه 1. بعد جمعشون میشه 1 خودشون، منتهاش یه اشتراک هم دارن که میشه منهای 3/5 میشه 2/5. تا اینجا که شما میگه اشتراک دارن، این که
حالا توی احتمال ببینید برعکسش، من متوجه شدم چی میخوای بگی فرضاً. ببینید برعکسش اشکال نداره. آیا مثلا ما میتونیم بگیم که جمع چند تا احتمال اگر یک شد؟ ببین شما سوال کردی گفتی آقا اگر مثلا چند تا آزمایش ما از یک فضای نمونه رو داشته باشیم حتما جمعش باید بشه یک؟ میگیم نه. ولی اینکه آیا اگه جمعشون یک شد آیا اشکال داره؟ نه، اگر جمعشون یک شد اشکال نداره. شما سواله دارم صدا رو باز کنم چی میگی؟ آقا این الان این همونه که شما خودمون گفتیم مثلا یکیش A و B و C مثلا الان مثلا مرجعمون A و B و C یه مجموعه A و B یه مجموعه A و C این A چون اشتراکه. بله صداد خیلی خشخشه. ببین فرزاد این فرق میکنه با اینکه ما وقتی میگیم دوتا مجموعه با هم اشتراک دارن، اینجا که نمیگیم اشتراک دارن، که این آ اشتراک بی با اون اشتراک فرق میکنه. این آ اشتراک بی یعنی با هم برنده شدن، اما اون آ اشتراک بی یعنی یه چیزی در هر دو مشترک باشه. متوجه شده چی شو؟ متوجه شدی فرضا؟ یعنی آقا اشتراک رو فرق میکنه با هم؟ مسئله اگر بشه ببین تو مسئله وقتی بهت میگه تو این سوالا تو این نو سوال وقتی بهت میگه که آ و بی با هم برنده بشن یعنی ما اینا به عنوان یه اشتراک در نظر میگیریم. اما اون اشتراکی که من اونجا گفتم که نباید مجموعه ها زیر مجموعه ها اشتراک داشته باشه، یعنی هیچ عضوی نباید بینشون مشترک باشه. اینجا بله اینجا مفهوم فرق میکنه. مفهوم اینجا ما وقتی میگیم آ و بی با هم برنده بشن یعنی آ اشتراک بی مساوی است با 3-5. درست شو؟ یه نکته. نکته بعدی این که ما نگفتیم که شما سوال کردی گفتی آقا اگر چند تا آزمایش تصادفی مثلا فرض کن از یک زیر مجموعه را از یک فضای نمونه را داشته باشیم آیا جمع اینا حتما میشه یک؟ من گفتم نه، اگر اشتراک نداشته باشن یک نمیشه، اگر اشتراک داشته باشن یک نمیشه. اما نگفتیم که اگه جمعشون یک شد نمیتونه در واقع زیر مجموعه فضای نمونه باشه. در عکسش ما نگفتیم که اشکال داره، که نمیتونیم بگیم هر مجموعه ای را هر چند تا مجموعه را با هم جمع کنیم جمعشون میشه یک، ولی اگر شد یکم اشکالی نداره. خب متوجه شدی یا نشدی فرضا؟ بله آقا متوجه شدم. آقا فقط اون نادیا و ساراه که اون حل کردین اونا با هم اشتراک دارن؟ بله من اشتراک ممکن باشن. تو سوال خود اون تمرین هم که ببینید تو اون تمرین هم که بهتون دادیم توی در واقع سوالات نمونه سوالی که براتون فرستادم تو اون تمرین هم اشتراکشون رو گفته، یعنی باید اشتراکشون رو به دست بیاره. منتهاش اونجا چون ما اشتراک ها مستقل هستن درسشا نگفتیم، گفتیم این قسمت را حذفش بکنیم، وگرنه میتونه مثلا میگه آقا مثلا فرض کن نادیا و سارا، نادیا یک سوم سارا باشه، سارا یه دوم مثلا فرض کن نازنین باشه. حالا نادیا و سارا اگه با هم قبول بشن یا برنده بشن احتمالشون میشه 3/5. حالا چقدر احتمال داره نادیا یا سارا قبول بشه؟ خب در این صورت اینجا اشتراکا بهمون داده، ما میتونیم از همین استفاده کنیم. ولی وقتی اشتراکا تو سوال بهمون نداده یعنی خودمون باید به دست بیاریم، که اونجا دیگه اشتراک به دست آوردنش مربوط میشه به پیشامدهای مستقیم. انتظاری بگو. انتظاری سوال داری؟ آقا میگم که آقا این پیش آمد های همین غیر هم شانسا کلن همینطوری مساوی یکه، یعنی
همشون همه تک تکشون میشه یک. آره یعنی همه آه. رو یعنی همزمان کنیم میشه یک. آقا اگه الان اینجا پی همینجا همین تو این سال پی آ به علاوه پی بی میشه مساوی یک، درسته؟ بله. خب این فقط غیر هم شانس همینشه که باید درجه کنیم ها. آره دیگه جمعشون باید بشه یک، باید حواست به این مطلب باشه. خب آقا وقت این سال صفحه 44 و 42 اینجا که اصول احتمال و ترجمه زبان گذاری و زبان مجموعه ها، اینه آقا ما یادمون رفته. اصول احتمال که یه قضیه بعدش هست، اما اینو قطع کنم. ببین اصول احتمال یه قضیه بعدشه، بذار من اینو یه سال دیگه بزنم و خارج شم که دیگه کاملا متوجه بشی. ببینی اگر یه مجموعه داشته باشیم به نام A و B و C و D، اگر من بگه P A و B مثلا 3/7 پی بی و سی 2/3 احتمال آ و بی 3/7 احتمال بی و سی 2/3 احتمال ای یا مثلا از من یا احتمال دی از من بخواد، یا حتی احتمال دی تریم رو از من بخواد. حالا من اول دیه پیدا کنم بعد دیشونم. احتمال آ و بی داده 3/7، احتمال بی و سی داده 2/3، احتمال دی از من میخواد. خب ببین جمع این اگه یک نمیشه که، چون این اصلا اشتراک هم داره. حالا نگاه کن اینجا، یه بار می نویسم چند تا معادله میتونم بنویسم. یه بار مثلا پی آ به علاوه پی بی به علاوه پی سی به علاوه پی دی میشه یک. حالا جمع تک تک اداره با هم حساب کنیم میشه چند؟ یک. از این یکی نتیجه میگیرم پی آ به علاوه پی بی مساوی است با 3/7. پی آ به علاوه پی بی دیگه این یک نمیشه. اینجا خودش گفته احتمال این 3/7، یعنی جمع این دوتای هر کدومش با هم میشه 3/7. این یکی چی میگه؟ پی بی به علاوه پی سی مساوی است با 2/3. خب حالا من از این سه تا معادله ای که دارم میخوام استفاده کنم در مقادیر رو به دست بیارم. خب اینجا پی آ به علاوه پی بی اینا گفته چی؟ 3/7. پس می نویسم 3/7 به علاوه پی سی به علاوه پی دی مساوی است با 1. اینه بزنی 3/7 نمیشنم مساوی. این هم که جاش دیگه قرار دادن. حالا اینجا پی بی به علاوه پی سی مساوی است با 2/3. درست شد؟ پی بی به علاوه پی سی مساوی است با 2/3. خب حالا از این بالای پی سی به علاوه پی بی شد 1، یعنی در واقع پی سی به علاوه پی دی از این دوتا پی سی به علاوه پی دی مساوی است با 4/7. چرا؟ تو 3/7 بردم اونتر از 1 کم کردم شد 4/7. درست شد؟ حالا پی دی به علاوه پی سی 2/3، پی سی به علاوه پی دی هم میشه 1. البته اینجا باید حالا یکیشا یه قسمت یه دونشو به امداده باشه، مثلا فرض کن پی دی هم به امداده باشه، چون پی سی اینجا سه تا مجهول میشه و ما نمیدونیم به دست بریم. مثلا پی سی هم به ما داده باشه یا پی بی را یا پی سی را، فرق نمیکنه، پی بی را به ما داده باشه 1/3، پی بی را داده باشه 1/3، با پی سی از جای دست میام، پی سی میشه چی؟ 1/3 به اون طرف از 2/3 کم کنیم میشه 1/3. با پی سی که 1/3 شد میذارم اینجا پی دی را به دست میارم، پی دی را از اینجا به دست میارم. الان پی سی 1/3 به علاوه پی دی مساوی است با 4/7، پی دی مساوی است با 4/7 نهایه 1/3، حاصل میشه 5/12. پی
پی‌ای‌دی 5/12 پی‌ای‌دی 5/12 این که می‌خواستیم 5/12 جواب دست من. حالا اگر گفتم پی‌ای‌دی پریم، خب پی‌ای‌دی پریم میشه 1/5/12 طبق اصول احتمالی که حالا علی انتظاری سوال کرد، پی‌ای‌دی پریم میشه 1/5/12 یعنی چی؟ 7/12 حاصل پی‌ای‌دی پریم هست. سوال داری؟ انت فرزاد سوال داری شما؟ نه آقا نه من سوال دست گرفتی. خب یه بار دیگه میگم ببینی، سوال این بود دیگه که اگر پی آ و بی سر کن، پی بی و سی 2/3 و پی بی 1/3 باشه، حاصل پی دی رو به دست بیاری. خب یه بار میگیم جمع اینو باید بشه 1، یه بار جمع اینو تا 3/7، جمع اینو تا 2/3، پی بی هم که 1/3. از اینجا ما به جا پی آ و علاوه پی بی 3/7 را قرار دادیم، نوشتیم اینجا که این حاصل شد. این هم که داریم پی بی را بهمون داده 1/3، پی سی را ازش به دست میاریم. خب پی سی که به دست آورده میذاریم اینجا پی دی را به دست میاریم. پی دی را سوال از ما خواسته بود که به دست آوردیم. حالا پی دی میشه 1/-، چون گفتیم یادتون باشه پی متمم یکی از اصول احتمال پی آفرین میشه 1/-، پی آ که حالا من اصولش را سریع می نویسم، پی آفرین مساوی 1/-، پی آ هست. خب این هم یه نمونه سوال از احتمال های غیر همشانس که حتما نمونه امتحانی داره. این سراغ اصول احتمال یکی این که گفتیم احتمال هر مجموعه بین 0 و 1 هست، یکی از اصول احتمال که اگر 0 باشه غیر ممکنه، اگر 1 باشه قطعیه و هر احتمالی بین 0 و 1 قرار میگیره. هیچ وقت ما احتمال بیشتر از در واقع 1 نداریم. صدا بد میاد؟ هیچ وقت ما احتمال بیشتر از 1 نداریم. این 1. نکته بعدی چند اصول توی چند تا قضیه مطرح شد. آها خب بذار من ببینم شاید هنوز یه لحظه کسی صداش بازه. نه الان که کسی صداش باز نیست. الان صدا خوب شد؟ خوب شد؟ خب یکی دیگه از اصولی که ما اینجا ازش استفاده میکنیم، میگیم اگر آ و بی ناسازگار باشند، یعنی اشتراک نداشته باشند، ناسازگار باشند، در این صورت پی آ اجتماع بی مساوی است با پی آ به علاوه پی بی. پی آ اجتماع بی برابر است با پی آ به علاوه پی بی اگر آ و بی چی باشن؟ ناسازگار باشن. که از این برای قضیه ها استفاده کردیم. مثلا من وقتی میخوام پی آ منهای بی را ثابت کنم برابر است با پی آ منهای بی اشتراکشون، میام یه نمودار فن در نظر میگیرم، اینجا آ و بی، آ منهای بی اینجا میشه. خب میبینم که اگر من بیام در واقع این آ را با این اشتراک در نظر بگیرم، اینا ناسازگارن، با هم اشتراک ندارن، این آ اشتراک بی این وسط، اینم خود آ هست، درست شد؟ این دوتا با هم چیه؟ اشتراکی با هم دیگه ندارن. یا مثلا P
پی را با این در نظر بگیریم اشتراکی با هم ندارن. خب پس با توجه به این میدونیم پی آ اجتماع آ اشتراک بی، این مجموعه مجموعه که در واقع این دوتا با هم دیگه میشن چی؟ پی آ دیگه داری دوری بهت بگم پی آ مساویه چیه؟ پی آ مساوی است با پی آ اجتماع آ اشتراک بیه. درستو؟ پی آ اجتماع آ اشتراک بیه، آ اجتماع آ اشتراک که این برابر است با پی آ یه نمونه است. بچه ها سوال کردند که آقا یه در واقع ثابت کنیدم بگید، یه اثبات کنیدم توضیح میدم که حل کنم. اینم نمونه سوال امتحانیه که گفتید دیگه. به کمک جبر مجموعه ها ثابت کنید آ منهای بی اجتماعش با آ اشتراک بی اجتماعش با بی منهای آ مساوی است با آ اجتماع بی. آ منهای بی اجتماعش با آ اشتراک بی اجتماعش با بی منهای آ مساوی است با آ اجتماع بی. خب شما این همه بینش رو اجتماع بچه ها میتونید الان مثلا دوتاشو با هم توی پرانتز بزرگ قرار بدید ها از شرکت پذیری استفاده کنید. یعنی من اینجا نمیتونم بنویسم چی؟ اینجا میتونم بنویسم که یه کروشه باز کنم آ منهای بی بنویسم آ اشتراک بی پریم اجتماعش با آ اشتراک بی بله باشه تدازی مجموعه اجتماعش با بی اشتراک آپریم آ اشتراک بی پریم اجتماعش با آ اشتراک بی اجتماعش با بی اشتراک آپریم. خب اینجا میتونم من یه آ اشتراک بگیرم دیگه، درسته؟ آ اشتراک بی پریم اجتماع بی. فقط یادتون باشه اینجا خاصیت شرکت پذیری استفاده کردیم و تفاضل به تبدیل تفاضل به اشتراک. اینجا از فاکتورگیری یا همون بازم توضیح پذیری استفاده کردیم اجتماعش با بی اشتراک آب. یه نکته ای را اینجا من بهتون میگم بچه ها، شما مراحل را انجام بدید، یعنی اون چیزایی که به ذهنتون میرسه انجام بدید تو چک نویستون. اگر یه وقت مثلا آخر بار به نتیجه نرسه اشکال نداره، این که حالا مثلا هی فکر کن حالا من از چه راهی، شما وقتی منها میبینی متوجه میشی باید چیکار کنی؟ باید تبدیل کنی به تفاضل را به اشتراک تبدیل کنی. اگر خاصیت شرکت پذیری توضیح پذیری اون چیزی که به ذهنت میرسد را انجام بده. خب اینجا الان آ اشتراک بی پریم اجتماع بی، بی پریم اجتماع بی میشه چی؟ میشه یو دیگه. آ اشتراک یو هم که برابر است با آ، پس این میشه آ کلن. پس من می نویسم آ اجتماع بی اشتراک آ پریم. حالا یه خاصیت توضیح پذیری انجام میدم، اجتماع روی اشتراک میشه آ اجتماع بی اشتراک آ اجتماع آ پریم. آ اجتماع آ پریم برابره با چیه؟ توهی یو، معذرت بخوام یو. آ اجتماع آ اشتراکشون توهی میشه، اجتماعشون میشه یو. حالا
اشتراک هر مجموعه با یو میشه خود اون مجموعه، یعنی حاصل میشه آ اجتماع بی، همون طرف دو. یه نمونه اثبات. یکی دیگه هم اینجا داره، اونم حلش میکنم بعد میرم سراغ نفر بعدی. بله با نمودار ون میشه حل کرد. سوال بعدی، آ اشتراک بی منهای بی اشتراک سی مساوی است با آ منهای بی پریم منهای سی. آ اشتراک بی منهای بی اشتراک سی مساوی است با آ منهای بی پریم منهای سی. بچه ها تو این سوال ها همیشه گفتم از اون طرفی که بیشتر عبارت داره استفاده کنی که بتونید به راحتی به جواب برسید. خب اینجا الان آ اشتراک بی منهای دوباره تبدیل تفاضل به اشتراک، آ اشتراک بی اشتراک بی اشتراک سی پریم. وقتی اینا به اشتراک تبدیل میکردیم این متمم میگرد مجموعه بعد. حالا میتونیم از دمورگان چکار کنیم؟ استفاده کنیم، یعنی بریم داخل. وقتی میدیم داخل این میشه بی پریم اجتماع سی پریم، میشه آ اشتراک بی اشتراک بی پریم اجتماع سی پریم، بی پریم اجتماع سی پریم. خب اینجا یه نکته رو باید دقت بکنیم. من اینا یه مجموعه در نظر میگیرم، حالا میخوام پخشش کنم داخل این مجموعه. چرا؟ چون یه اشتراک داریم نسبت به اجتماع. پس خاصیت توزیع پذیری می نویسم آ اشتراک بی اشتراک بی پریم، این یکی، اجتماع آ اشتراک بی اشتراک سی پریم. خب اینجا خاصیت شرکت پذیری آ اشتراک بی اشتراک بی پریم، اینا با هم میدم که اینا از بین ببرم. آ اشتراک بی اشتراک بی پریم، اونم که حالا خودشو فعلا می نویسم اونجا چون نیاز به بی پریم دارم، اینا خودشو فعلا می نویسم آ اشتراک بی اشتراک سی پریم. خب اینجا حاصل این میشه چی؟ توهی. توهی هم اشتراکش با هر مجموعه توهیه، توهی هم اجتماعش با هر مجموعه میشه خود اون مجموعه. پس رسیدیم به این مجموعه آ اشتراک بی اشتراک سی پریم. خب من میتونم اشتراک را به تفاضل تبدیل کنم. این اشتراک را به تفاضل تبدیل کنم میشه آ منهای بی پریم، یه پریم میگیره آ منهای بی پریم. اینم که به تفاضل تبدیل کنم منهای سی پریم، پریم که میشه سی، یعنی اون قسمت دومی که میخواستیم به دست اومد. یه بار دیگه توضیح میدم دقت کنی. ستاره باز کنم. شاهین بگو. شاهین آقا بفرم. اون جشکی که گفتی، اونجاش که اولین بار که نوشتید آ اشتراک بی اشتراک بی اشتراک سی، اونجا نمیشد یه بی فاکتور بگیری اینجا؟ یعنی آره اینجا نه. ببینید تا این متمم وارد نشده شما نمیتونی فاکتور بگیری، باید اول متمم رو وارد کنی. اگر اینم دوباره اشتراک شد حالا میتونی متمم، حالا میتونی فاکتور بگیری. ولی وقتی که اینجا مثل اعداد تواندار هست تا به توان نرسونی کاری نمیتونی انجام بدی. اینجا هم همینطوره دقیقا، یعنی مثلا اگه داشته باشی 5 به توان 2 نمیتونی فاکتور داشت، باید اول به توان برسونی بعد. اینجا هم همینطوره دقیقا، باید مثل همو عمل کنی. درست شد؟ خیلی ممنون. بله خیلی ممنون. خواهش. انتظاری سوال داری؟
علی انتظاری. آقا اینجا که میخواستم همین اینا که هر کرد آقا بزنم جوری بفهمیم به اساس تعریف بدیم پیش یا به اساسی همین اثباتی یا و قضیه ها و سوال به دیگه اگر تعریف بخواد ببین من بذار قطع اگر سوال از طریق تعریف بخواد میگه با استفاده از تعریف اگر عضوگیری بخواد میگه با استفاده از عضوگیری اگر قوانین و مجموعه ها باشه با استفاده از قوانین اگر هیچی نگفت فقط گفت ثابت کنی خب دیگه شما میتونی از هر کدوم از روشاش که راحت تر هستی استفاده بکنی البته تعریف را من قبلا هم گفتم تعریف را فقط برای خود خواص جا به جایی شرکت پذیری توضیح پذیری و آی منهای بی یعنی تفاضل که تبدیل میشه به آ اشتراک بی پریم تعریف را برای این ستا استفاده کن نه نمودار ون را ما تو هیچ کدومش نمیخوایم اونا که میگن نمودار ون نمودار ون را نمیخوایم فرزاد رضایی سوالت چیه؟ آه اونجا اولش که نوشتین آ اشتراک بی منهای بی اشتراک سی اونجا هم نمیشه نه 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 ما نه ما توی توجه کنیم بچه ها ما توی تفاضل خاصیت شرکت پذیری را استفاده نمی کنیم حتی اگر بشه ما خاصیت شرکت خاصیت معذرت خواهم فاکتورگیری را فقط برای در واقع اون وقت که اشتراکی یا اجتماع باشند استفاده میکنیم خب آقا یه بار دیگه قسمتی که از توضیح پذیری استفاده کرد الان توضیح میدم کامل من میخوام از طرف اول برسم به طرف دوم طرف اول میام تفاضل را به اشتراک تبدیل میکنم یه متمم میدم به خب که این متمم را با دمورگان دادم داخل که تبدیل میشه به اجتماع حالا میخوام توضیح پذیری کنم ببین یه اشتراک اینا یه مجموعه در نظر بگی مثلا مجموعه دی در نظر بگی اگه بهت گفت دی اشتراک بی پریم اجتماع سی پریم مگه یه بار نمیگی دی اشتراک بی پریم اجتماع دی اشتراک سی پریم اینا دی در نظر گرفتن دی اشتراک بی پریم اجتماع دی اشتراک سی پریم خب حالا همون دی را اینجا نوشتم دی اشتراک بی پریم اجتماع دی اشتراک سی پریم حالا اینجا هر دوتا اشتراک خاصیت شرکت پذیری داره که نوشتم این دوتا را با هم در نظر میگیریم که میشه توهی اشتراکش با هر مجموعه هم میشه توهی اجتماع این مجموعه توهی اجتماعش با هر مجموعه میشه خود اون مجموعه آ اشتراک بی اشتراک سیپری که اینجا دوباره میان چکار میکنیم اشتراک ها را به تفاضل تبدیلش میکنیم آ منهای بی پریم یعنی اشتراک به منها تبدیل میشه یه پریم به این داده میشه منهای سی پریم پریم که میشه سی درست شد؟ خب اما یه سوال دیگه پرسیده بودی در مورد یه سوالی آرمین قپانی پرسیده بود که الان دوباره گفت آقا برای من توضیح بده بچه ها ببینید توی سوالی که مثلا حالا وقتی من یه زیر مجموعه داشته یه مجموعه داشته باشم به نام آ یک و دو و سه یا آ و بی و سی آ و بی و سی من اگر بخوام زیر مجموعه ها را بنویسم تو زیر مجموعه ها یا بالاخره یکی از این اعضا هست یا نیست بودنشون را با یک نشون میدیم نبودنشون را با صفر نشون میدیم هر کدوم از اینا یا تو مجموعه هست یا تو مجموعه نیست تو زیر مجموعه ها را دارم میگم هر کدوم از اینا یا توی زیر مجموعه ها هست یا نیست اگه نیست صفر اگه هست یک در نظر میگیم خب من برای اینکه مشخص بشه مثلا میگم که فقط آ باشه تو مجموعه خب میشه یک صفر صفر فقط آ باشه آ وجود داشته باشه اما اون دوتا نباشه آ وجود داشته باشه بی وجود داشته باشه سی وجود نداشته باشه آ وجود داشته باشه سی وجود داشته باشه بی وجود نداشته باشه اینا رو به این صورت نشون میدم مثلا آ وجود نداشته باشه بی و سی وجود داشته باشه
آ وجود نداشته باشه، بی هم وجود نداشته باشه، سی وجود داشته باشه. تو زیر مجموعه ها اینطوریه دیگه. مثلا شما اگر یه زیر مجموعه مثل آ را در نظر بگیری، اینا میگیم یه زیر مجموعه اینه، میگیم آ وجود دارد اما بی و سی وجود ندارد، به این صورت نشون میده. اگر مثلا فرض کن آ و سی باشه، میگیم آ وجود داره، سی وجود داره، بی وجود نداره، پس میشه یک صفر یک. اینا رو به این صورت نشون میده. حالا سوال، اینا برای چی گفته؟ برای این گفته که شما مثلا بگید تو برای هر کدوم اینا دو حالت وجود داره، یا وجود دارد یا وجود ندارد. ما چند تا عوض داریم؟ سه تا، میشه دو دو. یا وجود داره یا وجود نداره، پس میشه چند تا؟ هشتا. میگیم این مجموعه هشتا زیر مجموعه داره، یعنی دو به توان سه. اصلا این رو اومده به این عنوان مطرح کرده که بخواد بگه اگر یه مجموعه n تا عوض داشته باشه میشه دو به توان n. چرا تعداد زیر مجموعه میشه دو به توان n؟ چرا تعداد زیر مجموعه میشه دو به توان n؟ به خاطر اینکه هر عضو دو حالت دارد، یا وجود دارد یا وجود ندارد. پس هر عضو دو حالت داره، ما n تا دونه داریم، میشه دو ضرب در دو ضرب در دو ضرب در دو تا برسه به n که میشه دو به توان n زیر مجموعه. تمام مجموعه ها دو به توان n زیر مجموعه داره. خب حالا بچه ها اگر یادتون باشه ما یه مجموعه در واقع پی آ را در نظر میگیریم. پی آ این احتمال نیست، اینه بشکن مجموعه توانی. مجموعه توانی آ کدومه؟ مجموعه توانی مجموعه تمام زیر مجموعه های آ هست که یکیش توهیه، بعد میاد یکی یکی، یکیش آ هست، یکیش بیه، یکیش سیه، یکیش آ و بیه، یکیش آ و سیه، یکیش بی و سیه، یکی آ و بی و سیه. یعنی هر هشتا زیر مجموعه را که توی این مجموعه من بنویسم، این میشه چی؟ مجموعه توانی. مجموعه توانی یک مجموعه اگر یه مجموعه n تا عضو داشته باشه، مجموعه توانیش چند تا عضو داره؟ دو به توان n عضو داره. نه یاد باش، اگر یک مجموعه n عضو داشته باشد، مجموعه توانی آن دو به توان n عضو داره. چرا؟ چون تمامه زیر مجموعه هاشو آوردیم داخل اینجا قرار دادیم. مثلا اینجا سه عضو داره، اینجا هشت عضو داره، اینجا دو تا عضو داره، اینجا چند تا عضو داره؟ چهار تا عضو داشته باشه. خب حالا سوال، من یه سوال میگم ببینید جوابش رو. مجموعه توانی یک مجموعه، مجموعه توانی یک مجموعه 16 عضو دارد، مجموعه مفروض چند عضو داشته است؟ مجموعه اصلیه، مجموعه توانی مجموعه آ بگیم بهتره، 16 عضو داره. این مجموعه یعنی مجموعه آ چند عضو داره؟ خب معلومه دیگه، چند تا عضو داشته؟ 4 تا داشته که دو به توان 4 شده 16. میگه مجموعه توانی برعکس داده، مجموعه توانی 16 تا عضو داره، خود مجموعه چند تا داشته که این شده 16 تا؟ دو به توان چند شده 16؟ دو به توان 4 شده 16. پس خود اون مجموعه 4 تا عضو داشته که مجموعه توانیش شده 16 عضو. این در مورد این نمونه سوال، که حالا یه نمونه سوالش هم بچه ها پرسیدن، گفتن آقا اون نمونه سوال رو بگید، من این نمونه سوالم یه توضیح میدم. مثلا گفته اگر به تعداد اعضای یک مجموعه 4 عضو اضافه کنی، اگر به تعداد اعضای یک مجموعه 4 عضو اضافه کنیم، به تعداد زیر مجموعه های آن 120 واحد اضافه می شود. این مجموعه چند زیر مجموعه تک عضوی داره؟
خب خیلی مهمه این، دقت کنید سوال را. اگر به تعداد اعضای یک مجموعه 4 عضو اضافه کنی، به تعداد زیر مجموعه های آن 120 واحد اضافه میشه. خب این 4 عضوه، 4 عضو. اگر به تعداد اعضای یک مجموعه 4 عضو اضافه کنیم، مثلا مجموعه را آ را میگیریم n تا عضو داره، n تا عضو. حالا میگه اگه 4 تا به این اضافه کنیم، یعنی بشه n به علاوه 4. 4 تا عضو به این اضافه کنیم، به تعداد زیر مجموعه هاش، تعداد زیر مجموعه های وقتی n تا عضو داره، تعداد زیر مجموعه هاش میشه 2 به توان n. درست شد؟ تعداد زیر مجموعه میشه 2 به توان n. خب حالا میگه به تعداد زیر مجموعه های جدید، یعنی n به علاوه 4 میشه 2 به توان n به علاوه 120. اگر n به علاوه 4 تا بشه، تعداد زیر مجموعه هاش میشه 2 به توان n به علاوه 120. درست شد؟ پس می نویسیم 2 به توان n به علاوه 4 مساوی است با 2 به توان n به علاوه 120. این معادله رو می‌نویسیم. 2 به توان n به علاوه 4 برابر است با 2 به توان n، یعنی تعداد زیر مجموعه اولیه به اضافه 120. خود سوال گفته دیگه، میگه اگر 4 تا اضافه کنیم، تعداد زیر مجموعه میشه 2 به توان n به علاوه 4 دیگه. بعد میگه تعداد زیر مجموعه های اولیه، یعنی 2 به توان n، 120 بهش اضافه میشه. این معادله را می نویسیم و این معادله را حل میکنیم. حالا نحوه حل کردن معادله، نحوه حل کردن این معادله، من میام اینا به 2 به توان n را، این بالا را پاکش کنم که این بالا بنویسم. ببینید 2 به توان n به علاوه 4 مساوی است با 2 به توان n به علاوه 120. خب من اینا می‌نویسم 2 به توان n ضرب در 2 به توان 4، جمع دیگه، پایه ها مساوی، یکشان می‌نویسم، توان ها رو با هم جمع می‌کنم، مساوی است با 2 به توان n به علاوه 120. نگه اینجا اینا با این ساده میکنه، ما اینجا جمعه، اینجا ضربه. برای اینکه راحت باشم 2 به توان n را x در نظر میگیرم. پس اینجا اینا می‌نویسم به این صورت، می‌نویسم 16x، چون 2 به توان 4 میشه 16، اینم که x گرفتم میشه 16x مساوی است با x به علاوه 120. حالا ایکس ها رو میارم یه طرف، 15 ایکس مساوی است با 120 و ایکس میشه 120 15 هم، 120 15 هم میشه چند؟ میشه 8. ایکس ما 8ه. خب ما هنوز اینا به دست نیاوردیم چند تا عضو داره، اینجا به جایی می‌نویسم 8. خب اینجا n چند بوده که این شده 8؟ n بوده 3. چند تا عضو داره؟ 3 تا عضو داره. این مجموعه اولیه 3 تا عضو داشته، 3 تا عضو. چند تا زیر مجموعه تک عضوی داره؟ 3 تا زیر مجموعه تک عضوی. یه مجموعه که 3 تا عضو داره، 3 تا زیر مجموعه تک عضوی داره. بله شاهین درست گفته. مهدی کیانی سوال داری؟ کیانی؟ سوال نداری؟ پس من یه بار دیگه اینا توضیح میدم، چون سوال مهمی هم هست. میگه اگر به تعداد اعضای یک مجموعه 4 عضوی، اگر به تعداد اعضای یک مجموعه 4 عضو اضافه کنی، یعنی n‌مون بشه n به علاوه 4، به تعداد زیر مجموعه‌اش 120 واحد اضافه میشه. پس میشه 2 به توان n به علاوه 4، تعداد زیر مجموعه‌ها برابر است با 2 به توان n به علاوه 120. که وقت باید این معادله را حل کنیم. نحوه حل کردن این معادله هم این بالا نوشتم. به جای 2 به توان n به علاوه 4 می‌نویسیم 2 به توان n، می‌نویسیم 2 به توان n ضرب در 2 به توان 4 مساوی است با
دو به توان n به علاوه 120. خب دو به توان 4 که میشه 16. دو به توان n هم x در نظر بگیریم. پس چه 16 x بعد مساوی است با x به علاوه 120. x را میاریم یه طرف، x را به دست بیاریم 8. حالا x 8 پس دو به توان n شده 8، n میشه 3. بعد میگه چند تا زیر مجموعه تک عضوی داره؟ 3 تا زیر مجموعه تک عضوی داره. شما همه جا را باید بخونه هادی، که کجا را بیشتر بخونیم و کجا را کمتر بخونیم نداره. همه جا را باید بخونی تا انشالله نمره بیاری. یه سوال هم اینجا هست، من به عنوان آخرین سوال حل کنم و دیگه برید انشاءالله تمرین بکنید. باز هم اگر اشکالی داشتید تو واتساپ برای خود من سوالتون رو ارسال بکنید تا من جوابش رو انشاءالله بهتون بدم. یعنی تو احتمال یه سوال اینجا گفته تو احتمال یه سوالی حل کنیم، میگه که اگر آ و بی دو پیش آمد از فضای نمونه اس باشه و پی آ اجتماع بی مساوی است با 7/8 و پی آ پریم مساوی است با 3/4 و پی آ اشتراک بی مساوی 1/8 باشه، مطلوب است محاسبه پی بی الف اینا میخواد به پی آ اشتراک بی پریم را میخواد. این دوتا را از من میخواد. پی آ اجتماع بی داده، پی آ پریم داده، پی آ اشتراک بی پریم داده. خب شما اینجا ببینید پی آ پریم را که داده، میتونی چکار کنی؟ پی آ را ازش به دست بیاری. میدونی پی آ پریم میشه یک منهای پی آ. خب پی آ پریم چنده؟ 3/4 مساوی 1 منهای پی آ. پی آ رو میارم این طرف، 3/4 هم میبرم به اون طرف. از اینجا نتیجه میشه که پی آ مساوی است با 1/4، چون اینا که بیارم این طرف چه مثبت 3/4 میره از 1 کم میشه، میشه 1/4. پس پی آ 1/4. از طرفی پی آ اجتماع بی میشه پی آ به علاوه پی بی منهای پی آ اشتراک بی. خب پی آ اجتماع بی بهمون داده 7/8، پی آ هم که به دست آوردیم 1/4 به علاوه پی بی منهای پی آ اشتراک بی هم بهمون داده 1/8. یه معادله هست، از اینجا پی بی را به دست میاریم، 1/8 و 1/4 رو میاریم این طرف، با 7/8 حساب میکنیم، این میشه 2/8. 2/8 منهای 1/8 میشه 1/8، میایم این طرف میشه 6/8. از 7/8 کم کنیم میشه 6/8، یعنی پی بیمون 6/8 یا همون 3/4 هست پی بی. خب حالا پی بی به دست اومد، قسمت ب پی آ اشتراک بی پریم را میخواد، یعنی همون پی آ منهای بی. پی آ اشتراک بی پریم، اشتراک را منهاش میکنیم، یه متمم به این میدیم، میشه پی آ منهای بی. پی آ منهای بی هم هست پی آ منهای پی آ اشتراک بی، درسته؟ پی آ منهای بی فرمولش هست پی آ منهای اشتراک، پی آ را داریم 1/4 منهای 1/8 اشتراکشون، حاصل میشه 1/8، چون 1/4 میشه 2/8 منهای 1/8 میشه 1/8. این هم یه نمونه سوالی که از فرمول ها برای احتمال استفاده می کنید. بله تو مایه های امتحانه سوالی که گفتیم تقریبا نمونه سوال امتحانی. هادی شاه این سوال چیه؟ بذار بیارم باز کنم سوالا. بگو هادی. آقا مگه تو مجموعه دو عضوی مثل همینجا که فقط یه آ و یه بی داریم
خب جان که بیام الکی نیم ساعت بیا به دست بیار، نمیتونیم تو امتحان بنویسیم همون سه چهارم، چون آب پریمیس دیگه بلدی. نمیدونیم که حالا نگفتست که این دو تا در واقع اجتماعیشو میشه مجموعه مرجع. نه چون اینا نگفتست بعد بنویسیم. بله بله، اگر هر دو تاشون فقط مثلا مرجعمون، اگر مرجعمون فقط از دوتا استفاده شده این دوتا باشه بله، ولی اینجا نه، اینجا نمیتونیم بگیم. خب بذار ببینم، علی انتظاری، انتظاری سوال داری؟ انتظاری سلام آقا. متین شمایی بگو. بله آقا، میگم یه دونه از این سال که تو هم برگاه که فرستاده بودی گفته بود که عدد به تصادف از بین 1 تا 200 انتخاب میکنی، بله. احتمال هایی رو حساب کن، گفته عدد انتخاب شده بر 3 و 5 بخش پذیر باشه، یکی گفته بود بر 3 یا 5 بخش پذیر باشه. اینا من یادم رفته تفاوتش در چی بود؟ بله. یا بوده الان توضیح میدم. نه انتظاری بگو منم، شما سوالت چیه؟ آه اگه یه لحظه تو همون احتمالات غیر هم شانس پی آ و بی و سی و دی بود، بعد ما اومدیم گفتیم که پی آ و بی 2/3، پی سی و دی مثلا 5/6 اینطوری بود، وقت میتونیم اینا جدا کنیم و به صورت این بنویسیم، ما همش جمعشو میشه دی یک یعنی. بله و البته این که الان شما گفتی پی آ و بی الان توضیح میدم. ببین یه لحظه، خب ببین اول من سوال متین شفیعی را جواب بدم. تو این سوالایی که الان مثلا میگه که عددی از بین اعداد 1 تا 100 عددی را انتخاب میکنیم، عددی را انتخاب میکنیم، احتمال این که این عدد بر 2 و 5 بخش پذیر باشد چند است، و احتمال این که بر 2 یا 5 بخش پذیر باشد چند است. خب تو این سوالا دقت داشته باشین، اول گفتیم که باید شما ببینید مثلا وقتی میخواد از 1 تا n را، اینا نکتشا گفتیم، از 1 تا n اگر بخواید چند تا عدد بر 2 بخش پذیره، می نویسیم جزء صحیح 100 تقسیم بر 2، چون n تقسیم بر 2 اینجا n مون 100. این برای اینکه بهتر متوجه بشیم اینا میگیم آ را میگیریم بر 2 بخش پذیر. خب میشه چند تا دونه؟ 50 تا دونه. جزء صحیح 100 تقسیم بر 2 میشه 50. پس در واقع n آ چنده؟ 50. بیا میگیریم بر 5 بخش پذیر، 100 تقسیم بر 5 بازم اینجا میشه 20، خودش صحیحه، ان بی مون میشه 20. حالا بر 2 و 5 یعنی اشتراک، چه عددی بر 2 و 5 بخش پذیره؟ عددی که بر 10 بخش پذیره. اینجا درست اشتراک میگیریم ولی میگیم 2 5 تا میشه چند تا؟ 10 تا. پس سیا میگیریم، یا مثلا اینجا میگیم آ اشتراک بی، یعنی همون 100 تقسیم بر 10 که میشه 10 تا، ان آ اشتراک بیمون میشه 10. چون گفته بر 2 و 5 عددی هم بر 2 هم بر 5 بخش پذیره، که بر چی بخش پذیر باشه؟ بر 10 بخش پذیر باشه، 2 5 تا 10 تا، پس ان آ اشتراک بیمون شده 10. حالا اگر از من اینش سا، اینا احتمال نیست، اینا هر کدوم تعداده. الان من اگر احتمال آ را بخوام، پی آ میشه 50/100 چون کلش 100 بوده، یعنی 1/2. پی بی چنده؟ 20/100 یعنی چند؟ 1/5. پی آ اشتراک بی چنده؟ 10/100 یعنی 1/10. این ستا را داریم. حالا برای قسمت دوم که گفته پی آ یا بی، یعنی پی آ اجتماع بی را از شما میخواد، یا گفته
که برابر است با پی آ به علاوه پی بی منهای پی آ اشتراک بی. پی آ یه دوم به علاوه پی بی یه پنجم منهای پی آ اشتراک بی یک دهم. حاصل شده دست میاری؟ برای قسمت ب یه دوم به علاوه یه پنجم حاصل میشه هفت دهم منهای یک دهم میشه شیش دهم. شیش دهم احتمال این که بر دو یا بر پنج بخش پذیر باشه. پس تفاوت ور و یا را تو این سوال متوجه شدی؟ و یعنی ضربش کن با هم دیگه و تعدادش را به دست بیار که به چه صورت. اما برای یا باید از این فرمول چکار کنید؟ استفاده کنید. خب حالا سوال دا شاهین از همین جاست، از همین قسمته. بگو بینم شاهین. آقا بگو. آقا این جواب مثلا پنج و دو اشتراکش چی شده؟ ده. دو اون جاده هم دو و هشت میشه چارده. ما این جاده باید ضرب کنیم کمی میم بگیریم چیکار کنیم که این کوچیکه به دست بیا، همین اشتراکشون به دست بیا. کدوم اینا؟ اینجا؟ بله خودتا ضرب میکنیم دیگه، میگیم دو پنج تا ده تا. وقتی و آورده هم بر دو هم بر پنج میشه چی؟ بر ده. دو پنج تا میشه ده تا. بعد میای میگی که 100 تقسیم بر 10 این میشه اشتراکش. یعنی در واقع داریم که میمیم این دوتا را پیدا میکنیم. متوجه شدید؟ که میمیم میشه. آره بله بله خیلی من خواهش. متین سوال داری؟ متین شفی سوال داری؟ خب علی انتظاری سوال چیه؟ آقا این جزء صحیح چیست که آقا 100 تقسیم بر 2 را میگی مثلا 50 و اینا؟ اینا جزء صحیح یعنی عددی که داخل اینجا به دست میاد یا اشاری میشه یا صحیح میشه. درست شو؟ ببین عددی که اینجا جوابی که اینجا به دست میاد یا اشاری میشه یا صحیح میشه. اگه صحیح شد خودش، اما حالا اگه اشاری شد مثلا فرض کن شد 100 تقسیم بر 3 مثلا خیلی چند تا بر 3 بخش بذاره 100 تقسیم بر 3. خب 100 تقسیم بر 3 تقریبا میشه 33 و 3 دهم تقریبا. خب جزء صحیح این میشه همون 33، یعنی مقدار صحیحش ها اینجا بنویس، همون 33 را بنویس. البته خود تعریف جزء صحیح در حالت کلی نیست، تو منفی ها فرق میکنه، ولی تو این سوال ها اینا بعد تو حسابان انشاءالله براتون میگه 33 ممیز 3 این 33 در واقع ما اینا در نظر قسمت صحیحش در نظر بگیم، اینا میگیم جزء صحیح. متوجه شدی انتظاری؟ یه پیام بده اگه متوجه شدی. اما یه سوال انتظاری پرسید که بازم متین سوال داری؟ سوال داری متین بازم؟ الان صدا میاد؟ بله صدا میاد. آقا میگم که میگه نگفت از بین یک تا صد. بله خب پس چرا ما جزء صحیحش بازم صد تقسیم بر دو کردیم؟ خب از بین یک تا صد چند تا عدد بر دو بخش پذیره؟ نباید 99 بذاریم؟ چی؟ نباید 99 بذاریم؟ نه برای چی؟ چون گفته از بین یک تا صد. نه 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 من ببین از یک تا صد نگفته بین. حالا اینجا متوجه شدم چی میگی. میگه چون گفته بین صد را نباید در نظر بگیره. حتی این حرف درستیه ولی سوالا معمولا میگه از یک تا صد یا از یک تا 20، یعنی خود صد هم جزوش باش. درست شو؟ بله 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 سوال درسته. خب و اما بیایم سراغ این که بچه ها یه سوال انتظاری کردیم. آخرین مطلبی که من توضیح بدم میگه اگر یه مجموعه داشته باشیم A و B و C و D
مثل این مجموعه، اگه به ما گفته باشه پی آ و بی مساوی است با مثلا 3/5 و پی سی و دی مساوی است با 1/7، این بچه ها غلطه. چرا؟ چون اینجا اشتراک که نداره، آ و بی و سی و دی باید جمع این دوتا بشه 1. چرا؟ چون آ و بی و سی و دی همه اعضای داخل این را آورده، احتمالاشو شده 3/5 و 1/7. باید یه جور باشه که جمع این دوتا بشه 1. پس این سوال به این شکلی که شما گفتینی، البته این که مثلا حالا بگیم آقا اگر ما گفت پی آ و بی مساوی 3/5، آیا منظورش اینه که پی آ به علاوه پی بی مساوی است با 3/5؟ بله. اینجا منظورش نیست که پی سی به علاوه پی دی مساوی است با 1/7؟ بله. خب در حالی که جمع این 4 تا 1 نشود، چون اینا 4 تا بیشتر نیست دیگه، جمع این 4 تا با هم باید بشه 1. اگه سوالی به این شکل بود این نوع سوال غلطه، ولی اینکه اینا به این صورت بنویسیم اینا به این صورت بنویسیم درسته. بازم سوال داری متی؟ خب بچه ها خسته نباشید، حالا برید تمرین بکنید. باز هم اگر جایی دیدید که اشکالی دارید و سوالی دارید توی واتساپ در